آماشر آهنگساز آمریکاییه که در واقع به نسل دومه، حالا جریان موسیقی تجربی آمریکا برمیگرده که خب بیشتر در دهه 60 و 70 کارش رو شروع میکنه یا حالا اسمش بیشتر سر زبان میاد. و تفاوتی که با خیلی از آهنگسازان اون دوره داره، اسمایی که شاید برای ما شناخته تر باشه، اینه که خب از ابتدا به جای اینکه روی موسیقی تمرکز بکنه تقریبا نداره یا خیلی کم داره. کارهایی که برای سازها نوشته شده باشن یا کارهایی که به طور سنتی تر به اصطلاح پارتیتور داشته باشه یا نوشته شده باشه نداره و از اول خیلی تمرکز میکنه روی خاصیتهایی که صدا دارن و یه سری ویژگیهای درونی‌تر صدا. یکی از فیلدهای خیلی جالبی که توش کار میکرده همون سایکواکوستیک بوده یا روانشناسی صوتی. میومد از ترکیب یک سری فرکانس‌های خیلی زیر در واقع حالتی رو توی گوش ایجاد میکرد که در واقع موسیقی اصلی رو که اون چیزی نیست که از بلندگو پخش میشه و در واقع در فضا وجود نداره به عنوان فشارهای به اصطلاح مولکول‌های هوا که ما تحت عنوان صدا میشنویم، یا همچون چیزی وجود نداره، صرفا یه سری فرکانس‌های خیلی ریزی هستن که بعد اینو باعث تحریک گوش ما میشن و در واقع ما موسیقی اصلی رو توی گوشمون میشنویم، صدایی که گوش برای خودش تولید میکنه. خیلی هم پدیده جالبیه. مایان آماشر یکی از پایونیرهایی که پیشگامان در واقع ساوند آرت به حساب میان، حالا توی اون دوره‌ای که کار میکرده اینا هنوز نامشون آهنگساز بوده، ولی در کنار اسامی دیگه‌ای که شاید براتون آشنا باشه مثل آلوین لوسیر، مثل خود جان کیج یا مثل لمانتیانگ و حالا اون مینیمالیست‌های آمریکایی که بعدش در واقع فعالیت کردن، ولی خب بیشتر از همه یانگ، اینا همه جزء پیشگامان ظهور رشته‌ای به اسم هنر صوتی هستن. آماشر اینجا از یه موقعیت ویژه برخورداره و خیلی توی مطالعات این رشته همش بهش رفرنس داده میشه، به عنوان یکی از اون نقاط اولیه بهش برمیگردن. دلیلش هم به غیر از این سایکواکوستیک این بوده که آماشر از همون ابتدا توجه خیلی زیادی به مفهوم فضا داشته و این مفهوم فضا هم رو یه جور متفاوتی از سایر آهنگسازان باهاش کار میکرده. به طور مثال خب ما اون زمان افرادی رو داریم مثل لوسیر یا مثل لامانتیان که میان اولین بار در واقع به جای سالن کنسرت صداهای خودشون و بلندگوهاشون رو میبرن داخل یک فضایی که حالا یه گالریه یا در مورد لامانتیان خونه خودشه و اونجا خب یه حالت چیدمانی پیدا میکنه که تو میتونی هر زمان میخوای وارد بشی، هر زمان میخوای خارج بشی و در واقع آکوستیک و فضایی که اون صدا داره توش پخش میشه توی این آثار خیلی اهمیت پیدا میکنه. مایان آماشر یه رویکرد دیگه نسبت به فضا داشته که خیلی خلاصه اگه بخوام براتون توضیح بدم، اولیش توجه به معماری ساختمان بوده، چون همونطور که میدونید هر صدایی که ما میشنویم یا هر موسیقی که میشنویم در واقع ارتعاشات مولکولای هواست، به گوش ما میرسه و توسط بسته به این که این ارتعاشات با چه فرکانسی انجام میشن توی گوش ما تجزیه میشه و حالا به عنوان یه تون موسیقیایی یا حالا هر صدای دیگری ترجمه میشه. ولی خب این ارتعاشات توی مولکول‌های اجسام جامد هم طبیعتا میتونه اتفاق بیفته و اون لرزشی که توی هوا ایجاد میکنه یه صدایی در واقع به جسم جامد هم منتقل میشه، اونطور که صداها بدن ما رو تحت تاثیر قرار میده. اولین کار معروف آماشر در این زمینه اسمش از Music for Sound Joined Rooms که به عنوان مقدمه‌ای از اهمیت فضا خواستم بهتون معرفی کنم، در واقع یک قطعات موسیقی الکترونیکی بود که آماشر ساخته بود با استفاده از صداهای عموماً یافت شده و حالا صداهای سینتیسایز شده. تنها تفاوتی که این موسیقی داشت که برجستش میکنه به نحوه اجرای کار برمیگرده که محل اجرای این کاری خونه نسبتاً متروکه‌ای انتخاب شده بوده، به اینکه بلندگوها توی این یه فضایی قرار داشته باشن رو به ما که صدا را طریق هوا به ما برسونن، بلندگوها در نقاط مخفی درونه توی اتاقی توی کمدی توی زیرزمینی چسبیده بودن به دیوارها و یا سقف‌ها و کف‌های خونه و صدا رو با بلندترین حد ممکن پخش می‌کردن. آدم وقتی که وارد اون خونه می‌شد بسته به اینکه کجا قرار داری بعضی از این صداها شنیده می‌شد، بعضی از هوا شنیده نمی‌شد، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که تمام این ارتعاشات در ساختار خونه وجود داشت و تو تماما اینا رو حس می‌کردی. خود آماشر یه توصیف خوبی داره از این کار، میگه در واقع شما وارد هر اتاق هر خونه که می‌شدید انگار که ارتعاشی که از کف یا دیوارا یا هر جا به شما منتقل می‌شد در واقع صدای یک سازی بود از اون قطعه موسیقی که داشتین به جای اینکه بشنوین در واقع توی بدن خودتون حس میکردید. و حالا بسته به اینکه هر اتاقی چه مشخصاتی داشت چه اندازه‌ای داشت به اصطلاح ارتعاشات خاصی رو براش در نظر گرفته بود.
در واقع اینجوری ارکستراسیون میشه گفت کرده بود کارشو. و وقتی که از خونه خارج میشید اون موقع است که تمام اون ساختار رو یک جا میبینید به عنوان اوزته موسیقی که داره تماما برای شما پخش میشه و اون موقع است که شما در واقع موسیقی کامل رو میشنوید.